وقتی که آیفونتون به سیستم وصل باشه و متصل باشه اینجا این تب هایی که میبینید دومیش اینفو هستش چند تا عنوان خیلی مهم و کارآمد داره که حالا توی این درس و درس بعدی بهش میپردازیم اولین عنوانش موبایل میه که اتفاقا من در موردش هیچ صحبتی نمی کنم چون همه کاربرها اکانت موبایل می ندارن و اون دوستانی که دارن فکر کنم خودشون بتونن این مراحل رو انجام بدن اما قسمت پایینش که آدرس بوک هست و سینک آدرس بوک کانتکس خیلی مهمه و من فکر کنم برای همه کسانی که آیفون دارن کار کرد داشته باشه شما اگر شماره رو توی آتلوکتون تو ویندوز یا آدرس بوکتون توی مک به آدرس بوک اضافه بکنید و به این برنامه اضافه بکنید زمانی که سینک رو بزنید به گوشیتون اضافه میشه و به آیفونتون اضافه میشه و بالعکس یعنی اگرم شماره و مشخصات کسی رو به آیفون اضافه کرده باشید بعد از زدن سینک توی آدرس بوک دیده خواهد شد و خب فکرم خیلی چیز خوبی و خیلی کار آمده و هر دو طرف شما میتونید شماره تلفن و مشخصات داشته باشید دو تا عنوانی پایین داره یکی سینک گوگل کانتکس یکی سینک یاهو ادرس بوک کانتکس که شما حتما دیدین توی گوگل و یاهو هم شما آدرس بوک دارید و حالا اونجا میتونید مشخصات افراد رو تعیین بکنید و الی یک نکته خیلی خیلی کلیدی اینجا وجود داره و خیلی خیلی ظریف و اونم اینه به طور مثال من یه دوستی دارم به اسم امیر عزیزی البته خیلی ممکن الان بگن شیزوفرنی داری چون این خودتی با خودت حرف میزنی یا با خودت دوستی نمیدونم حالا در هر صورت فرض کنیم که یه دوستی دارم به اسم امیر عیزی. و من شمارش هم توی گوشیم اضافه کردم که مثلا فرض کنیم همینه خودم میدونم که مثلا ایمیل این آدم امیر گوگل at gmail.com مثلا جیمیلشه یا امیر یاهو at کام یاهوش البته اینا واقعا ایمیل های من نیست واقعا معذرت میخوام اگه کسی یه همچین ایمیلی داره و من اینجا دارم یه همچین مثالی باش میزنم حالا الان مشکلی که پیش میاد اینه که کامپیوتر و حالا چه پی سی باشه چه مک از کجا بفهمه که این ایمیل مال این آدمه اتفاقی که میفته اینه که شما توی ادرس بوکتون یا توی آتلوکتون سه تا کانتکت خواهید داشت کانتکت یکتون اینجوریه کانتکت دو تون اینجوریه و کانتکت سه تون هم که اینجوری خواهد بود البته منظورم از سه تا کانتکت این است که حتما شماره اولش خواهد خورد ولی اینی که سه تا کانتکت جدای از همن چون کامپیوتر نمیتونه تشخیص بده که هر سه تا اینا مال یه نفرن کاری که شما باید بکنین اینی که بیاین توی آدرس بوکتون یا توی آتلوکتون این دوتا رو به عنوان مشخصات ایمیل این فرد اضافه بکنید و اگه خواستید بعدش این دوتا رو حذف بکنید ولی یه خورده شلوخ پلو خواهد شد آدرس بوکتون و یه مقدار این مسائل رو خواهید دید من چون اکانت گوگلم خیلی مرتب و ترتمیز و شسته رفته است خب این رو میزنم با گوگلم سینک بشه ولی یاهو نراست شو بخواید و به خاطر همین این رو برمیدارم اگر احساس میکنید که میتونه براتون مشکل ایجاد بکنه هیچ کدوم از این دوتا رو تیکش رو نزنید آیکال هم که خب خیلی ساده است همون کلندری که شما توی آیکالی که توی آیفون دیدید و همین برنامه آیکالی که توی اپل ازش استفاده می کنید که فکر می کنم معادلش توی پی سی باز همون آتلوک باشه میتونه این قرار رو جدول هایی که اینجا برای برنامه تنظیم می کنید با هم سینک بشه به طور مثال من فرض کنید توی روز ده می ممکنه از ساعت یازده صبح تا 4 بعد از ظهر بخوام مثلا چیکار بکنم مثلا پیاده روی کنم خیلی کار مهمیه اینو میتونم اینجا توی برنامه جا بدم و حالا اگر الان سینک رو بزنم توی گوشیم هم اضافه خواهد شد اگه یک جدولی و یه برنامه ریزی رو توی گوشیم انجام بدم به آیکالم اینجا اضافه میشه من این رو از اینجا بعد آن میکنم جالبی که خودم آف گذاشته بودم تا حالا خب توی درس بعدی به عناوین دوم و سوم این قسمت اینفو میپردازیم